به نام خداوند یکی بود و یکی نبود که غیر از او هیچ کس نیست و نبود. خانم آقایان سلام. خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های برنامه محاکات. برنامه محاکات حکایت‌ها و روایت‌های زندگی آدم‌های دور و برمون رو بیان می‌کنه. قصه‌هایی که شاید بتونن دستمایه آثار هنری قرار بگیرن، آثاری که میتونه در حوزه سینما، تئاتر، تلویزیون، ادبیات و یا حتی موسیقی و نقاشی باشه. ما در این برنامه آدم‌ها رو روی صحنه دعوت می‌کنیم و قصه زندگیشون رو میشنویم و با حضور کارشناسان برنامه ازشون میپرسیم که آیا این قصه ها میتونن تبدیل به یک اثر هنری بشن یا نه. ما در پایان هر ماه دو اثر رو انتخاب می‌کنیم، یکی برای تلویزیون سینما و یکی هم برای ادبیات که گروه جداگانه‌ای روی اون آثار کار می‌کنند تا در پایان مجموعه محاکات ما تعدادی رمان و فیلمنامه داشته باشیم که بتونن کارهای جذاب و واقعی باشند. در این مسیر کارشناسانی به طور ثابت و دوستانی به صورت میهمان همراه ما هستند. کارشناسان ثابت این برنامه، خانم فلورا سام. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب برنامه محاکات. خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه مهمون خونه های شما هستیم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید و لذت ببرید. خانم، فکر میکنید قصه امروزمون درباره چیه؟ من سعی میکنم اصلا بهش فکر نکنم. چرا؟ برای که دلم میخواد تر و تازه باشه و حسابی ببینم چقدر میتونه منو هیجان زده بکنه. بسیار خوب، میریم سراغ آقای امیر شهاب رضویان، کارگردان. سلام منصور جان، سلام میدم به بینندگان خوب برنامه. همینطور که خانم سام گفتن، واقعیت اینه که ما هم نمیدونیم قصه چیه و این غافلگیریش جذابش میکنه که خود ما هم غافلگیر میشیم. اگه میخوای بپرسی چیه، خب من میگم نمیدونم چیه دیگه، پس ترجیح میدم ادامه بدیم ببینیم قصه چیه. ممنون. بسیار خوب. و اما خانم دکتر سوگل مشایخی، جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه ادبیات، خیلی خوش آمدید خانم دکتر. سپاسگزارم. سلام و درود به شما و بینندگان عزیز و فرهیخته برنامه محاکات. من هم مثل دوستانم منتظر هستم که امروز هم با یک داستان واقعی و جذاب مواجه بشیم و ازش بیاموزیم. بسیار خوب. امیدوارم شما هم امروز غافلگیر بشین مثل بقیه دوستان. اما همونطور که عرض کردم خدمتتون، در هر برنامه یکی از هنرمندان، نویسندگان یا شخصیت‌های اجتماعی هم در کنار ما هستند تا از زاویه دیگری ماجرا رو بررسی بکنیم و بشنویم صحبتاشون رو. امروز یک بازیگر دوست داشتنی مهمان ما هستند. معرفیشون بکنم؟ لطف کنید. خانم فریبا متخصص. سلام. خیلی خیلی خوش اومدید. من عقب میستم. بله. که شما بتونید ماسکتون رو بردارید راحت. بله. سلام میکنم خدمت همه بینندگان. خسته نباشید میگم به داوران محترم و شما مجری عزیز. سپاسگزارم. البته من یه تصحیح بکنم، دوستان قرار نیستش که هیچ داوری انجام بدن، به خاطر اینکه ما نمیتونیم بگیم که زندگی چه کسی بهتر از زندگی چه کسی هستش و فقط میخوایم نقاط برجسته ای رو در قصه ها و نوع روایت ها بررسی کنیم که ببینیم آیا اینها تبدیل به آثار نمایشی میشن یا نمیشن. حالا چون یه مقدار بالاخره انتخاب توش هست، من میپذیرم. شما خودتون در بین نقش های مختلفی که در طول این سال ها بازی کردین، کدوم نقش بیشتر براتون چالش برانگیز بوده؟ در کدوم مجموعه تلویزیونی یا فیلم؟ اصلا نمیشه گفت اینو، به خاطر اینکه من فکر میکنم یه بازیگر کم نمیذاره از کاری که میکنه، برای همین سعی میکنه اون نقشو به نحو احسن انجام بده. آره، ولی برای خودش یه جذابیتی داره بالاخره که انتخاب کرده. ولی خب وقتی که عکس العمل مردم و آدم میبینه، بعد اونجاست که میفهمه که خب توی اون کاری کم بهتر بودی، مردم بیشتر دوست داشتن. و
پس بذارین سوالمو تصحیح بکنم. در کدوم کار شما مردم واکنش مثبت بهتری رو نشون بیشتری رو نشون دادن؟ خب این اواخر که شهرزاد و خیلی سال پیش تولدی دیگر که حتی بچه‌هایی که خیلی کوچیک بودن و اون کار رو دیدن هنوز یادشونه. همون نقشی که عمل جراحی. بله همون شب میترسیدن. بعضیشون میگفتن ما هنوز هم میترسیم. آره ما بله بچه اون... بودیم میترسیدیم. شما بچه بودیم. بسیار خوب. خب همراه ما باشید در برنامه امروز. ضمن اینکه دوستانم معرفی بکنم که در منازلشون هستن به خاطر ماجرای کرونا نتونستن، خب ما نتونستیم تماشاگرها رو در این استودیو داشته باشیم و از طریق فضای مجازی با ما هستن و یه دستی به افتخار خودتون بزنید و تا چند لحظه دیگه ما همراه شما خواهیم بود و میهمانمون رو بر صحنه دعوت میکنیم. بفرمایید. ممنون از دعوتتون. خیلی متشکرم. برمیگردیم به محاکات، جایی که قرار قصه های زندگی شما مردم رو روی صحنه بیان بکنه، قصه هایی که غافلگیر کننده و شگفت انگیز هستند. میهمانان امروز ما یک زوج دوست داشتنی هستند. خانم انیس شاهرحمانی متولد 1346 و آقای داریوش لطیفی متولد 1339. خوش آمدید. قبل از اینکه صحبتمون رو با شما شروع بکنیم من یه توضیحی بدم هم برای شما سرکار خانم و جناب آقای لطیفی و همینطور برای دوستان عزیزم و بینندگانی که در این برنامه از این برنامه همراه ما شدند. ما 2-10 دقیقه فرصت داریم که دوستانمون روایت زندگیشون رو برای ما تعریف بکنند، اینکه چگونه تعریف میکنند، اینکه چه نقاط عطفی در قصهشون وجود داره، مسائلیه که برای دوستان کارشناس در انتخاب اینکه آیا قصه زندگیشون به درد یک فیلمنامه یا کتاب میخوره خیلی مؤثره. در این فاصله دوستان من، دوستان کارشناس میتونن هر کدوم یک بار زمان رو نگه دارند و پرسشی اگه دارند از میهمانانمون بپرسن. شما سوالی ندارید آقای رضوی، خانم سام، خانم متخصص، خانم دکتر؟ نه. بسیار خوب، آماده هستید شما دیگه؟ بله. پس زمان رو از همین لحظه شروع میکنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و حضور عزیز. من داستان زندگیم از سن 24 سالگی شروع میکنم، زمانی که دانشجو بودم، دانشجو دانشگاه الزهرا تهران بودم و روانشناسی میخوندم. و با خودتون کجایی بودین اصالتا؟ من سیرجانی هستم، استان کرمان. سیرجان. بله. با جناب آقای لطیفی آشنا شدیم برای به یه اتفاقی که یک از فامیلای ایشون همخوابگاهی من بود با هم آشنا شدیم. اول که اومدن خواستگاری و اینا زیاد برای من جذابیت نداشتن. من قد کوتاه، توپل، ایشون قد بلند و با یه تیپ خاص زیاد جذابیت نداشتن. ولی بالاخره اتفاقاتی که افتاد و اینا ما یه دل نه صد دل عاشق شدیم. تو همون جلسه خواستگاری؟ نه، بعد از تقریبا 6 ماه. بعد از 6 ماه یه دل نه صد دل عاشق شدیم و ایشون هم 2 سال خواستگاریشون ادامه پیدا کرد. خانواده من چون غریب بودن موافقت نمی کردن. مادر من معتقد بود که باید حتما با همسانی خودم یا همشهری خودم ازدواج کنم. آقای لطیفی کجایی بودن؟ جانم؟ آقای لطیفی؟ آقای لطیفی بودن. شما لو هست؟ بله. ولی در تهران زندگی می کردین یا نه؟ اون موقع بله. در تهران. تا دیگه ما بعد از 2 سال که ازدواج کردیم و واقعا این استارت عشقه که از همون اول قبل از ازدواج اتفاق افتاد، هنوز بعد از گذشت 27-28 سال علی‌رغم فراز و نشیبایی که تو زندگیمون بود به شدت خودش باقی مونده، واقعا باقی مونده. وگرنه اگر فکر میکنم نبود این عشق و علاقه نبود،
حالا چرا خود این قیشون خوش شانسه که خدا منو اینجوری عاشقش کرده، شاید واقعا نمیتونستیم ادامه زندگی واقعا مایسر نبود. شما غیر از عشقتون تواضعتون هم ستودنیه. شما بزرگوارید. شما بزرگوارید. واقعا همون موند، همون عشق زندگی ما رو نگه داشت و باعث شد خیلی از مصیبت، واقعا مصیبت و مشکلات با کمک همدیگه بتونیم از پسش بر بیاییم. خب. اجازه بده من یه لحظه زمان رو نگه دارم و از دوستانم بپرسم. فکر میکنید قصه زندگی خانم شاه رحمانی آقای لطیفی درباره عشقه؟ نه، درباره تبعات عشق احتمالا. آها. یعنی عشق میگن یه خیابانی کلی بهش میانبور میخوره، کلی کوچه فرعی داره. شما چی؟ شما فکر میکنید خانم متخصص قراره یک روایت عاشقانه رو تعریف بکنه؟ من فکر میکنم که شروعش عشقه، حالا ممکنه تبعاتی دیگه هم داشته باشه، ولی بیس فیلمشون عشقیه، خیلی دوست دارن نگاه کنن. بسیار خوب. من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی سختی افتاده و یک دوره مرارتی که با این عشق، با سرمایه عشق در واقع تونستن ازش عبور کنن و موفق بشن. خیلی خوب، نظر شما چیه خانم سا؟ کاملا همینجوری، یعنی هر چقدر هم ما بخوایم فکر کنیم آقای رضویان درست میگن نمیشه. کاملا قصه عاشقانه است آقای رضویان. یعنی چی که شاخو برگ داره وقتی یه قصه عاشقانه است؟ تبعات عشق متوجه میدونی؟ تبعات هم وقتی داشته باشه ولی قصه عاشقانه است. عاشقانه است ولی خب ما تو تمام فیلم های ملوده و ما عاشقانه یک چیزی، یک گرهی میافکنیم که بعد اون گرهی که چیز میشه حل میشه، جهان به نظم محتومش میرسه. یه احتمال این اتفاق باید افتاده باشه دیگه، اون جزء تبعات عشقه. آره دیگه، اگه قرار بود گره نباشه که دیگه خیلی دیگه. آخه تبعات شاید کلمه‌ای که بعض موقع بار منفی داره. من فکر کنم منظور آقای رضویان محاسنه. محاسن محسنات عشقه. نه تبعات چون منفی، بله. محاسن میشه این سری. آه نه نه، از اون محاسن نه. خاصیت های عشق. ما با یک داستان عاشقانه طرفیم، بزنید زنگ لطفا. من همیشه فکر می‌کردم که عشق اون چیزیه که آدم بهش نرسه. چون وقتی میرسن دیگه عشق میشه عادت. خب امروز ظاهرا میشه برعکسش. حالا میخوام ببینم این عشق به کجا میکشه، یعنی واقعا شاید که گفتن ما عوض کنم این سالها، حالا من نمیدونم چند سال، ولی به نظر میرسه که هنوز به عادت تبدیل نشده. فکر کنید نظر خانم متخصص عوض بشه، خانم شاه رحمانی در پایان روایت شما؟ فکر میکنم. پس میریم ادامه بدیم. بفرمایید. ما زندگیمون شروع شد و بعد از ایشون متأسفانه مشکلی داشتن، به من گفتن همون اوایل ازدواج به من گفتن. خب بگید مشکل چی؟ مشکلشون اعتیاد داشتن. بله. گفتن که من اعتیاد دارم و ولی اون اتفاقی که باید میافتاد، بندم یه آدم سنتی بودم، توی خانواده سنتی زندگی کرده بودم، بزرگ شده بودم و بسیار به وفاداری معتقدم، به خانواده دوستی و وفاداری خیلی معتقدم. واکنشتون چی بود وقتی که اون لحظه فهمیدید؟ خیلی وحشتناک بود برام. داد کشیدید؟ دعوا کردید؟ نه، ترسیدم، مضطرب شدم، نگران شدم، اما برداشتم این بود از اعتیاد که میشه به یه نفر کمک کرد، یک هفته، ده روز، یک ماه بمونه و تو خونه بمونه، ازش مراقبت بشه و اعتیاد ترک بشه. ولی متاسفانه اینجوری نبود، اینجوری نبود و خیلی تبعات دیگه‌ای براشون داشت و اثرات. ولی آقای لطفی، ببخشید حرفتون قطع کرد. آقای لطفی چرا گفتید؟ میتونستید پنهان کاری کنید؟ این قبل از ازدواج بود یا بعد از ازدواج؟ نه گفتن دو سال بعد از ازدواج. یک ماه بعد از ازدواج. خب چرا نگفتید در حقیقت؟ از زرنگی کردید؟ چرا نگفتید قبل از ازدواج؟ بذاری من وقت رو نگه دارم، وقتتون نگه. من قبل از ازدواج گفتم، گفتم که من اعتیاد دارم و خب میگن یک ماه بعد از ازدواج. نه اول ازدواج. نه هنوز ازدواج نکرده بودیم، صحبتی شده بود و خدمت شما عزیزم تقریبا دیگه داشت کار تموم میشد، منتها همیشه من با خودم درگیر بودم. البته معتاد وجدان نداره، ولی اون موقع من نمیدونم یه چیزایی تو من بود که با هم حرف میزد و میگفت که تو تمام زندگیت درگیر ناصادقی بوده و ناصادقی زندگی تو رو به اینجا کشیده. اگه میخوای زندگی کنی با صداقت بهش بگو که بتونه درست انتخاب کنه. بسیار. ببخشید من سوالی دارم. شغلشون چی بود اون موقع؟ من اون موقع توی یه شرکتی کار میکردم توی میدون آزادی و کار مطبوعاتی میکردم. چون به کار مطبوعات و اینا علاقه داشتم مطلب مینوشتم.
مطلب می نوشتم برای مجله خانواده و یادش بخیر اون موقع مجله خانواده تازه در واقع شماره اولش اومده بود که تو شماره سومش مطالب من چاپ شده. خب اجازه بدید که چون دیگه دارن قصه رو تعریف میکنن من بخوام که زمان رو ادامهش بدیم. بله شما پاسختون گرفتید. بله بله بسیار خوب. خب برگردیم دوباره به ماجرای اصلیمون و اینکه شما یک ماه بعد متوجه این قضیه شدید. متوجه قضیه شدم، خواستشون خواهش میکردم که برای اقدام کنیم برای ترک، ولی خیلی تلاش کردیم، خیلی تلاش کردیم. هر کاری که شما تصور کنید ما دوتای با هم انجام دادیم که بتونیم این مسئله اعتیاد رو حل کنیم. بعد مشکلات خیلی طبیعتاً اعتیاد خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره، به خصوص فکر میکنم خود هم خود ایشون درگیر بود، هم خانواده رو به شدت درگیر میکرد. خب مسئله مشکلات کاری براشون پیش میومد قطعاً، مسئله از نظر جسمی توانایی آنچنان همراهی کردن با خانواده رو نداشتن. خیلی تلاش کردیم، حتی ما سه تا استان به خاطر ایشون جابجا شدیم. استان تهران زندگی میکردیم، رفتیم ایشون گفتن که ما اگر بریم پیش خانوادت باشیم استان کرمان باشیم اینا احتمال اینکه ترک کنم خیلی بیشتر میشه. اساسیه رو جمع کردیم و رفتیم کرمان، موندیم کرمان و چندین سالم من استخدام آموزش و پرورش شدم و چند سالم کرمان موندیم، ولی متاسفانه باز شرایط خوب استان کرمان مناسب تر بود برای این قضیه. بعد از این سال 79-80 بود ایشون گفتن که یه روز اومدن خونه، 20 دقیقا یادم 20 شهریور بود ایشون اومدن خونه، گفتن که من شنیدم که استان یزد خیلی استان پاکی از نظر مواد مخدر اینا خیلی پاکه. دوستایی بودن گفتن که باید بری 6 ماه بگردی تا بتونی چیزی. خب شما نمیگفتید که خودت باید تصمیم بگیری، به استان خیلی ربطی نداره؟ ببینید من هر گونه تلاشی که فکر میکنین احتمال میدادم که بشه کمک کنی ازش نمیگذشتم. یعنی مبنای کارتون عشق بود واقعا؟ به خاطر عشق تمام بله بارو بونه رو میکشیدین رو دوشتون میرفتین یه استان دیگه؟ بله ایشون حتی به من پیشنهاد دادن گفتن برو، حتی من زمانی که اولین بچه‌مو داشتم به من پیشنهاد دادن گفتن برو من نمیتونم، بچه تو بردار و برو. ولی خب واقعا فکر میکنم عشق بود که ما رو نگه داشت. میشم روز 20 شهریور بود ایشون گفتن که اینجور اتفاق یز اینجور. طبیعتا من کارمند آموزش و پرورش بودم، گرفتن انتقالی حداکثر تا اول تیر ماه است، از خرداد تا اول تیر ماه است دیگه. اینقدر پتانسیل نگه داشتن برای نگه داشتن زندگی قوی بود، اینقدر انگیزه قوی بود و واقعا نمیدونم خداوند چه نیروی به من داد. هیچ وقت پشیمون نمیشدم، خسته میشدم، ولی اینکه منصرفشم وا بدم رها کنم نه. آقای لطیفی هم همینقدر عاشق شما بودن؟ از خودشون بپرسید. نه واقعا نه نبودن. من عاشق مواد بودم. ببخشید من سوال دارم. بله. ازشون توی این مدت که شما تلاش میکردید ایشون وظایف عاطفی و خانوادگیشون رو نسبت به شما خوب انجام میدادن یا فقط یک علاقه یک طرفه و تلاش یک طرفه بود؟ نه واقعیت اینه که ببینید حالا این چون بس تخصصیه، من شما وقتی راجع به عشق صحبت میکردید من دوست داشتم یکیتون یه تعریفی از عشق کنه، اصلا عشق چیه؟ وقتی ما راجع به اعتیاد صحبت میکنیم از دیدگاه تخصصی اعتیاد یه بیماری پیچیده است، اعتیاد یه بیماری ناشناخته است. فرد معتاد به هیچ وجه نمیتونه مسئولیت‌های زندگیش انجام بده. اصلا این سوالیه که جوابش رو خودشه. نه من برای همین پرسیدم، چون از نظر من عشق یعنی دیگرخواهی مطلق بدون توقع پاسخ، یعنی کسی که یک نفر دیگر رو بیشتر از خودش و واقعیت این بود من از خودم گذشته بودم. بله من واقعا از خودم گذشته بودم. من جوابم گرفتم. بله. یعنی یک طرفه بود کاملا. ببینید من اعتقادم اینه، حالا شما جنبندی میکنید صحبت‌های ما رو، ولی به خاطر اینکه یه پیامی هم داشته باشه، ایشون عاشق زندگی بود به اعتقاد من، عاشق زندگیش بود، عاشق من نبود، منم جزی از اون زندگی بودم. بله. شما فرزندتون. ایشون عاشق بچه‌هاش بود، عاشق زندگیش بود، یه زن زندگی بود به معنای عامیانه کلمه و خب منم جزی از این زندگی بودم. خب یه مریضی هم تو این زندگی بود که ایشون نمیخواست این مریض رو از زندگی در واقع طرد کنه و دوست داشت این مریض خوب شه.
و زندگی نجات پیدا کنه. شما موافقین خانم با این تعبیر آقای لطیفی؟ نه، من واقعا عاشقشم، واقعا عاشقشم و قول فرمایش سرکار خانم دکتر، من واقعا شاید بی توقع عاشق بودم. بارها شایدم رفتاره که ایشون نشون میداد داره بر دوست نداشتن من نبوده، ولی برای من برداشتی بود که واقعا به من علاقه نداره، ولی من نه از رو میرفتم و نه دست بر میداشتم، همچنان عاشق بودم. و دقیقا خیلی جالبه که تو زندگی من این مکالمه بین خانواده ما همیشه هست. بچه ها همیشه میگن که اگر بابا چیزی بخواد، اگر بابا کاری داشته باشه، دیگه ما رو فراموش میکنی. خب ایشون هم تصورش برای این که من بچه ها رو بیشتر دوست دارم، ولی واقعیت اینه که همیشه، اکثر اوقات، نمیشه بگه همیشه، اکثر اوقات ایشون تو اولویت بودن برای من. بسیار پاسختون گرفتیم. بله من. خیلی خوب بحث رو ادامه میدیم. فقط من عرض کنم خدمتون، حدوداً 3:48 فرصت دارید که قصه رو برسونید به اون جایی که حالا در بخش دوم اتفاقهای دیگر رو قرار داریم صحبت. بله. ما اومدیم استان یزد، توی 10 روز موافقت و انتقالی و همه چیز رو گرفتیم و خونه پیدا کردیم و اومدیم استان یزد و شروع کردیم به زندگی کردن به امید زندگی بهتر و زندگی پاک. ولی متاسفانه بعد از 2 هفته مجدداً شرایط قبلی تکرار شد و شروع شد، تا اینکه بعد از 1 سال بود که 6 ماهی بود که یزد بودیم، ایشون با تولد دوباره آشنا شدن به واسطه یکی از دوستان. و این بار علی رغم تصور من که همیشه 15 سال بود 16 سال بود که همیشه وعده، معمولا متعاد همیشه وعده شنبه رو میدن، همیشه و این شنبه هیچ وقت نمیاد، همیشه شنبه میاد. واقعا یه روز سال 88 بود، درسته؟ 87 سال 87 بود، ایشون گفتن که اینجور جایی هست و اینجوری هست. اینو من گفتم که مشکلی نداره، من پیدا میکنم. روز پنجشنبه بعد از ظهر گفتم که شما، گفت روز جمعه بعد از ظهر گفتم شما قرار بود بری برای ترک و برای اینجور چیزا، گفتش پیداش نکردی. من دخترم 2 سالش بود، گذاشتم تو ماشین، دم غروبی هم بود، رفتیم گشتم به هر جوری بود با ترس و لرز، چون اون محل خارج از شهر بود و خیلی یه حالت ترسناکی داشت. محل رو پیدا کردم و برگشتم به ایشون گفتم من پیداش کردم، میرید؟ گفتم آره. برو یه سری وسایل باید تهیه میکردم، گفتم من برای این وسایل تهیه کنم، شما میرید؟ گفت برو تهیه کن، میرم. باور نداشتم، واقعا باور نداشتم. حتی خواهر من زنگ زد گفتم اینجور اتفاقی افتاده، ایشون میخوام برن کنم. گفت چند بار تا حالا این مسئله رو تجربه کردیم تو زندگی خانوادگی من، تنها کسی که از مسائل من خبر داشت فقط خواهرم بود، هیچ کس دیگه ای نمیذاشتم اطلاعات پیدا کنم، انکار میکردم، به شدت انکار میکردم جلو خانواده. یعنی همه این سالها به خانواده میگفتی چند اتفاقی؟ به شدت انکار میکردم، به شدت، که چون تصورم بر این بود یه روزی خواهد شد ایشون حتما خوب میشن و نمیخوام حرمتشون، احترامشون تو خانواده من خب کم بشه. بذارین چون زمان کم داریم ازتون این سوالو بپرسم، بار آخر واقعا موفق شدن؟ بار آخر موفق شدن. چه اتفاقی افتاد که بار آخر موفق شدین؟ خدمت شما عرضم که ببینید من باز باید برگردم یه مقداری بس اعتیاد. واقعیت این است که همونجوری که گفتم اعتیاد یه بیماری پیچیده است. من باورم اینه که تمام معتادایی که الان دارن مصرف میکنن همه آرزوشون اینه که پاکشن. خود من این اواخر میگفتم خدایا تو که نیستی، ولی اگه هستی منو بکش، چون میدونستم تنها کسی که میتونه من نجات بده از این قصه خداونده و چون هیچ کس زورش به این بیماری نمیرسه. همش با خدا گفتگو میکردم، میگفتم خدایا، گاهی عصبانی میشدم از دستش، داد میزدم، گاهی التماسش میکردم، گاهی میگفتم اصلا مگر نه اینکه منم بنده تو هم، مگر نه اینکه تو همه رو دوست داری، مگر نه اینکه تو بخشنده ای، مگر نه اینکه تو مهربانی، چرا با من مهربانی نمیکنی؟ و خیلی باش گفتگو میکردم صادقانه. این اواخر مصرف من سال می اومد می رفت، هیچ کس در خونه من نمی زد که با من کار داشته باشه، کاملا تنها شده بودم و تو اون تنهاییام فقط با خداوند حرف می زدم و یک کسی یک چیزی به من می گفت که قصه درست میشه. و من رفتم علی رغم تمام ناامیدی هایی که بود، رفتم
و بخش اول روایت شما تموم شد 10 دقیقه اول. اجازه بدین برم سراغ کارشناسا و ازشون این سوال رو بپرسم. ببینید، یک روایت عاشقانه، یک عشق شاید بگیم بعضی وقتها افراطی، ماجراهایی که حل نمیشه ولی در نهایت آقا تصمیم میگیرن که ترک بکنن. خب اینجا قاعدتا باید قصه تموم بشه. چه چیزی فکر میکنید اتفاق میفته که قصه دوستان رو قراره 10 دقیقه دیگه هم ما بشنویم؟ ما توی فیلم نامه نویسی یه چیزی داریم که میگیم حالا وقتی میخوایم از در حقیقت بخش اول بریم به بخش دوم، در حقیقت یک نقطه‌ای وجود داره که ما رو هدایت میکنه به بخش بعدی داستان. من به نظرم میاد در حقیقت این ترکی که ایشون کردن، که حتما ترک موفقی بوده و ایشون به سلامت به زندگی برگشتن، آغاز یک اتفاقات جدید هست، همونجور که در حقیقت یک تولدی دوباره براشون بوده و حتما آغاز اتفاقات جدیده. و اون مسئله که گفتن عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به نظرم تازه هنوز مشکل هاش در راهه. بسیار خوب. آقای رضویان شما؟ آره، میگم من با صحبت خانم سام موافقم. فکر میکنم این احتمالا مقدمه یک قصه دیگری باید باشه. نقطه عطف ما هنوز نداریم، یعنی به رغم اینکه این تلاش ها اتفاق افتاده، این تلاش ها تازه شروع یک قصه دیگر میتوانه باشه. و حالا من خواهشم از آقای لطیفی اینم هست، چون یک تصویرهایی به واسطه رسانه ها از اعتیاد ساخته شده. مثلا یک مدلش آتقی بود که آقای گلپایگانی بازی میکرد، همیشه ناله میکرد و تو دماغی، بعد تازه کارکتر دوست داشتنی شده بود این معتاده. در حالی که واقعا اعتیاد و اگر درگیرش باشی میدونیم که خیلی پدیده اصلا خوفناکیه. اگر به اون هم اشاره بکنیم بد نیست. بله. چون من فکر میکنم تو قصه تعیین کننده باشه. شاید نه، شاید اگر شما ادامه این قصه رو بدونید فکر کنم که این خیلی توش پس دخیل نباشه. پس سوال بکنم آقا لطیفی، این ماجرایی که میگن رفیق بد و زغال خوب و اینها خیلی مؤثره توی ماجرا؟ ببینید جناب آقای رضویان، من با یه جورایی با فرمایش شما موافقم. ببینید متاسفانه چرا ما تعارف رو بذاریم کنار، ما تو حوزه اعتیاد موفق نبودیم. چرا موفق نیستیم و علی رغم همه تلاش هایی که داره میشه؟ برای این که به باور من به عنوان یک کسی که تو این آتیش سالها سوخته و امروز تو این حوزه یه درمانگره و خدمت شما رو زدم که ما باید نگرشمون نسبت به اعتیاد، ما تا آتقیا رو میکنیم شخصیت معتاد و تا باورمون اینه که اعتیاد معتاد عیاشه، معتاد نمیدونم فلانه، تا این باورها رو به جامعه تزریق میکنیم نمیتونیم اعتیاد درمان کنیم. اعتیاد یه بیماریه، یه بیماریه که باید با نگاه تخصصی بهش رجوع کرد، باید درمانش به درمانگراش سپرد. امروز تو حوزه اعتیاد داریم میبینیم خیلی کلینیک ها زدن کلینیک ترک اعتیاد. تنها خروجی که داره مصرف بیشتر، این دفعه اعتیاد به قرص، اعتیاد به متادون، اعتیاد به فلان و و و هیچ نتیجه هم حاصل نشده. بنابراین این میطلبه که ما نگرشمون نسبت به اعتیاد تغییر بدیم. اولا اعتیاد رو تعریف کنیم، ببینیم اعتیاد اصلا چی هست و بعد ببینیم تو این زمینه تجربه های موفق رو ببینیم. واقعیت اینه که بیماری اعتیاد دارو نداره، نسخه نمیشه براش پیچید. بیماری اعتیاد یه بیماریه که اصلا دارو باهاش در تضاده. من ضمن اینکه فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم و درست دارید میفرمایید، منتها چون الان ما داریم درباره یک قصه دیگه اید شهاب جان صحبت میکنید، من خواستم فقط یک کوتاه گریزی بزنم به این فرمایش جناب آقای رضویان که کاملا درست میگه. بلد. و ما اگه میخوایم اعتیاد رو درمان کنیم باید نگرشمون رو نسبت به اعتیاد تغییر بدیم و تا بتونیم تو این حوزه موفق بشیم. بله. خانم متخصص مثلا که نقطه نظری دارید؟ من فکر میکنم شروع هر کار تئاتر باشه، فیلم باشه، سینمایی باشه، شروع کار خیلی مهمه. یعنی اگه بیننده شنونده رو گرفت
خب میگیره مثل خب کیوه. شروع خب همین من میگم که خب شروع یه زندگی وقتی با اعتیاد باز میشه ما دیگه الان داریم میریم جلو دیگه بدتر از این منتظر چی هستیم. من فکر میکنم کیوه زندگی ایشون یک فیلمی بوده که حالا ممکنه یهو مونوتون بشه، باز سراشیبی داشته باشه، پستی بلندی داشته باشه، ولی واقعا با یه شور وحشتناکی فیلم ما. خیلی خب الان اینجا سوال من در واقع این بود که ما یک ماجرای یک زندگی رو شنیدیم عاشقانه که دفعه با یک بحرانی روبرو میشه، این بحران سالها طول میکشه و در نهایت بحران حل میشه. خب این قصه یک فیلمه، اما قراره که قصه یک شکل دیگری بشه. شما فکر میکنید به کدوم سو میره؟ این چیزی که برای من خیلی مهمه پایمردی هر دو عزیز هست و خیلی موافقم با صحبت آقای لطیفی که در این حوزه فقط کسانی که تجربه دارن میتونن درمانگر باشن و اصلا با علم این قضیه حل نمیشه. اگر موفقیتی هم در این زمینه بوده در جامعه توسط کسانی بوده که خودشون این تجربه رو داشتن. بند برای من تا همین جاش پایمردی عاشقانه خانم، فداکاریشون و همینطور ایستادگی آقای لطیفی که احساس میکنم الان من نمیدونم ولی احساس میکنم ایشون الان خیلی موثر هستن در ترک اعتیاد دیگران. این حس رو که ازشون میگیرم فکر میکنم همین خیلی میتونه داستان جالبی باشه. داستان فکر میکنید که به این سمت پیش میره؟ به یک موفقیت غیرقابل پیش بینی. بسیار خوب. خب اگر که موافق باشین شما هم بخش دوم قصهشون رو شروع بکنیم، اما زمان رو از همین لحظه من میگیرم. الان زمان رو نگید، من یه کوچولو بگم بعد زمان رو بفرمایید. این خانم خیلی چیزا رو نمیگه به دلیل حالا یا ترسه یا به دلیل حجب و حیای زنانه است. ببین من زندگی ایشون رو 10 بار فروختم، بالای 10 بار، یعنی 10 بار رسوندمش به زیر صفر. چند تا بچه داشتین؟ ما 3 تا بچه داریم. 3 تا بچه داریم. ببین اعتیاد هولناکیش اینه، ایشون نمیخواد اون قصه ها رو بگه. همون اصلا اقتصاد جهنمی که اتفاق افتاد واقعا نمیشد توش هر کسی دوام بیاره. برای همینه داریم میبینیم که این همه آمار طلاق و فلان و چلان که یه سرش تو اعتیاده. خب اعتیاد یه چیزی نیست که شما بتونی با اعتیاد زندگی کنی، مگر یه ایثار، مگر یه قدرت فوق‌العاده، مگر یه نیروی برتر، مگر یه حضور خداوند، مگر یه حضور اون چیزی که شما بهش میگید عشق، مگر واقعا باشه؟ وگرنه اعتیاد این زورش بهش زیاده. بالاخره خداوند یه فرشته ای رو فرستاده بود تو. من 10 بار بالای 10 بار زندگی ایشونو به صفر رسوندم. اقتصاد خانواده رو چجوری اداره میکردین خانم شاهرمانی؟ اقتصاد خونه خب خیلی سخت بود. من یه مقطعی از زمان بود که من کارمند آموزش و پرورش بودم، معلم بودم، مشاور مدرسه بودم، اونجا به مدرسه کار میکردم، ولی در کنارش 4-5 جا کار میکردم. اثر استیصالم نبود، اثر تدبیر بود. واقعا میخواستم زندگی، بالاخره تازه اومده بودیم یزد، خدمتتون عرض کنم مستاجر بودیم، 2-3 تا بچه دو تا بچه مدرسه ای داشتم. خیلی دونم. من کمیته امداد کانون داشت، میرفتم مدیر اون کانون میشدم، مدرسه مشاور مقطعی برای ساعت های خاص میخواست میرفتم، مدرس آموزش خانواده بودم، سخنرانی میکردم. در کنارش حتی من 4 ماه آژانس کار کردم. وقتی من قرار شد توی سال فکر کنم 85 بود تغییر مقطع بدم از مدرسه، منو دعوت کردم بیام کارشناس اداره بشم، مجددا گزینش صورت میگرفت. گفتن که اومدن به من گفتن که ما شنیدیم شما آژانس کار میکردین. گفتم شنیدین دقیقاً درست بوده و من با افتخار رو از این قضیه یاد میکنم. تو اون مقطع از زمان من واقعا نیاز داشتم که درآمد زیادی داشته باشن. آقای لطیفی آورده مالی نداشتن در اون؟ گاهی داشتن گاهی نداشتن. حالا خودشون های مواد مخدر چجوری تامین میشه؟ من خیلی من اگه میتونستم خیلی، حالا خانم نمیگه، من یه اجازه میدم بهش، من خیلی اگه میتونستم دیلماج بودم هزینه مواد خودم رو مثلا بتونم تهیه کنم، خیلی وقتا هم از ایشون میدوزیدم. یعنی واقعیت این است که یه وقتایی میرفت کار آژانس میکرد، میومد تو خونه مثلا 20 تومن کار کرد، او 20 تومن هم من میرفتم رو کیفش برمیداشتم میبردم. و واقعیت ها این بود. تو حالا که ایشون تعریف کردم، من یه خاطره پس تعریف کنم، اجازه دادم که بگم. من بگید که بعد من زمان رو شروع بکنم که بخش دوم قصه. من حقوقم سال دقیقا سالش یادم نیست چند بود، 90,000 تومن حقوق من بود، حقوق آموزش و پرورش. بعد قسط داشتیم و وام داشتیم و اینا، میموند هر ماه 33,000 تومن
میموند از خونه. رفتم بانک این 33,000 تومن رو بگیرم، رفتم توی باجه گفتم آقا من چقدر موجودی دارم، شماره حسابم دادم چقدر موجود، گفت 33,000 تومن. گفتم من باید 90 تومن داشته باشم، من باید بلان. رفتم تو اون باجه یکی گفتم که آقا میشه لطف کنید چک کنید من چقدر حساب، گفت خانم 3 تومن. گفتم آقا همکارتون میگه 33 تومن، شما میگه، گفت همین الان یه چک 30 تومانی پاس شد. ایشون جلوتر از من خرج میکردن حقوقو، من با انبوهی از مشکلات با خرج با 3,000 تومان از بانک اومدم بیرون. ولی در اون لحظه نگفتید دیگه بسه؟ چرا، خیلی وقتا میگفتم بسه، ولی خداوند نمیدونم یه مدیریت بحرانی به من داده بود، حد اکثر ناراحتی که من میداشتم 1 ساعت بود، بعد مسلط میشدم به اوضاع، بلا فاصله به فکر چاره جویی میافتادم، حالا اینجوری شده، حالا باید چه کار کنم، پس باید یه راه دیگه پیدا کنم. کار میکردم، واقعا کار میکردم، من میشد در طول روز شبان روز 17 ساعت کار میکردم. ایشون فرمودن که زندگیمون به صفر رسیده. جناب ضابطی، من 7 ماه حقوق آموزش و پرورشم -1,000 تومن بود، منفی حقوق نمیگرفتم، 1,000 تومن هم به دولت بده کار میشدم. عجب. تا 7 ماه بعد، ولی خب میگن عرض میکنم تلاش دیگه، سخنرانی میکرد، جلسه سخنرانی 1 ساعت میرفتم یه پول میگرفتم، مدیر کانون بودم، اومدن تو خونه خودمون مستاجرم بودیم، یه اتاقی داشتیم در به حیات بود که به ساختمون وصل میشه، تو یه میز و صندلی، 2 تا صندلی پلاستیکی قشنگ یادمه، 2 تا صندلی پلاستیکی با یه میز گرفتم گذاشتم اونجا مشاوره میدادم. بسیار خب، پر از تصویر روایتی که دارن تعریف میکنن، یعنی ویژگی که اگر کوتاه باشه، چون بله بچه‌ها که بزرگ شدن هیچ وقت غر نمیزدن که آخه چرا از داری از حق ما میزنی مامان، و اینکه بالاخره بابا رو میتونی ولش کنی مثلا بیری اصلا زندگی کنی، نمیکردن این کارو بچه‌ها؟ گاهی اوقات میگفتن، ولی واقعا این که من تو تمام مدت اعتیاد ایشونم، خودشون حضور در خدای ایشونم هست، نه به خانواده خودم نه به بچه ها کوچکترین اجازه ندادم که تعرض اعتراضی نسبت به باباشون داشته. همیشه میگفتن اگه حرفی میزدم میگفتم شما حق ندارین نسبت به پدرتون بی احترامی کنین، تو قرآن گفته ولا تنهر هما افوا، یعنی شما حق ندارین به پدر و مادرتون افوا، نگفتم ولا تنهر هما شوهر، خب به شوهرتون نمیزنه، من رابطه من و پدرتون به شما هیچ ارتباطی نداره و حق دخالت ندارید، ولی خب سعی میکنم برای بچه ها کم نذارم. خب میدیدن بچه ها این صحنه ای؟ متاسفانه میدیدن، ولی با این حال عاشق پدرشون بودن. بسیار خوب، خب آره دیگه بالاخره. اجازه بدید بخش دوم قصه رو شروع کنم. من قبلش جمع‌بندی بکنم، یک قصه عاشقانه، یک روایت عاشقانه، یک زندگی که عاشقانه شروع میشه، با بحران مواجه میشه، این بحران به هر حال هر جور که هست بعد از سالها حل میشه و حالا دیگه شما باید یک زندگی آرام و مطمئنی پیدا کرده باشید. از این لحظه روایت شما رو میشنویم. من سر از اون جایی در آوردم که خود بچه هایی که با این بیماری دست به گریبان بودن و خوب شده بودن ادارش میکردن و خدمت شما ازم رفتم اونجا، خوابیدم 1 ماه و اونجا یه راهی رو به من یاد دادن که امروز قریب به 13 سال من این راه رو دارم میرم و خدمت شما ازم که مواد مخدر مصرف نمی کنم، سیگار نمی کشم و خدمت شما ازم تو این مدت سوای بحث مهار مصرف اعتیاد، خب من با یه دیپلم وارد برنامه شدم، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا قبول شدم و امروز در چه رشته ای؟ در رشته مشاوره و راهنمایی و خدمت شما ارزم که الان اگر حمله بر خود ستایی من نباشه، من الان مریض دارم که از اربیل عراق برای درمان اعتیاد میاد پیش من و خب امروز نگاه میکنم به شرایطی که پیش اومده برام و میتونم این ادعا رو بکنم که توی بحث درمان اعتیاد من راهی رو بلدم که هر معتادی که دوست داشته باشه و به زندگی برگرده حاضرم این راه رو در اختیارش بذارم به رایگان و خدمت شما عرضم که بعدش سوای بحث اینا یه سری آرزوها داشتم. چون خودم چی بود آرزو؟ چون خودم اعتیادم و نتیجه تعارضات دوران کودکی میدیدم و نوع رابطه من فرزند طلاق بودم و خب یه سری تعارضات تو دوران کودکی می داشتم که لاجرم منو به اعتیاد و مصرف مواد رسوند. نه
من همیشه دوست داشتم برای بچه‌هایی که مثل خودم این مشکل دارن یه کاری بکنم. خب سال 90 به کمک خانمم مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست رو احداث کردم و امروز 10 سال این مؤسسه توی از فعاله. من جا داره همینجا از خانمم خیلی تشکر کنم. دو تا یتیم خونه اداره کردن توی این شرایط کار سختیه. چجوری با چند تا بچه شروع کردید؟ ما خدمتشو الان 21 بچه داریم، دختر و پسر، تو دو تا مرکز مجزا، مرکز پسرها و مرکز دختر. میتونم ادعا کنم به شهادت کننده های این کار، ما یکی از تخصصی ترین مراکز نگهداری بچه های بی سرپرست رو داریم اداره میکنیم. تمام پرسنلی که اونجا کار میکنن همشون مدارکشون لیسانس و فوق لیسانسه. ما تو این زمینه تونستیم حتی کارآفرینی هم بکنیم. حدود 10-15 نفر تو این مؤسسه دارن کار میکنن. مدیر عامل مؤسسه خانم هستن. و خب پس اجازه بدین از خانم هم سوال بکنم که این ایده شما بود یا ایده آقای لطیفی بود؟ هر دو با هم. ایشون جز آرزوهای دوران کودکیشون و قول خودشون تو لیست انتظار آرزوهاشون بود. بنده هم یه بچه داشتیم توی مدارس استثنایی که شرایط خیلی بدی داشت، رفت و آمد میکرد، پدر مادر مشکل روانی داشتن. من خیلی تلاش کردم به عنوان یه مشاور که خوابگاهی توی آموزش و پرورش بهزیستی کمیته امداد جایی براش پیدا کنم که از اون شرایط خونه دور باشه، ولی متاسفانه موفق نشد. رفتم به همسر پیشنهاد دادم که میان این کار انجام بدیم. ایشون گفتن که من جز لیست آرزوام بوده و خیلی خیلی استقبال کردن. با امید خدا یا 29 فروردین 90 ما استارت کار زدیم برای گرفتن مجوز و به ثبت رسوندن مؤسسه و 11 بهمن افتتاح کردیم. 11 ماه تلاش کردیم برای گرفتن، چون خیلی مشکلات ثبتی داشت و مشکلات اسم انتخاب کردن. و با دو تا بچه شروع کردیم. اولین باری که بچه‌ها رو به ما دادن دو تا بچه بود. چی بود اسمشون؟ یکی زهراست که سوگلی مرکز ماست، مستجاب و دعوت، و ایشون دقیقاً مثل دختر خودش دوستش می‌داره و باعث حسادت بقیه بچه‌های دیگه میشه. داستان کوچولو براتون تعریف کنم. یه فاطمه کوچولو داریم، میکروسفاله و به شدت به زهرا حسادت می‌کنه. یه بار آقا اومدن دم در، زهرا رو صدا کردن، چیزی بهش دادی بودن اینا. بچه‌ها گفتن چرا بابا فقط به من و مامان صدا می‌کنه؟ بچه‌ها زهرا آقا رو بابا صدا می‌کنه. گفتن چرا فقط به زهرا گفته بیا؟ چرا بابا؟ فاطمه گفت شما نمی‌فهمین بابا زهرا رو زاییده. خلاصه‌ام شروع کرد. زهرا بود و یه دختر خانم دیگه بود که اسمشو نمی‌برم. اون تفاوت سنی زیادی هم داشتن. زهرا 4 ساله بود و اون دختر خانم 12 تا 13 ساله بود. قرار بود مرکز دختران ما بشه دختران 12 تا 18 سال عادی. ولی این دختر خانمی که به ما دادن تو تمام استان تقریبا تو تمام مراکز گشته بود، نتونستن نگه دارن. دادن به ما، گفتن که شما 15 روز نگه دارید، اگر تونستید دوز داروش هم میتونید تا دو برابر اضافه کنید. بعد هالیپریدول و ایمیپرامین میخورد. از میخوام آقای رضویان یه سوالی دارن. من ببینید، به طور معمول ما تو قصه پردازی های سینمایی زمینه هایی که میچینیم، نتیجه بعد از نقطه عطف دوم ما مثلا این میشه که مسیر در ارتباط با مثلا اون یک سوم اول میتونه باشه، فرض میکنیم. یا مثلا میگیم که الان شما معتاد بودید بعد ترک کردید. من منتظر بودم که مرکز ترک اعتیاد شما افتتاح کرده باشید، ولی اون زمینه که از کودکی میگید که کودکی خودتون بوده، اون زمینه نسبتا پررنگی میتونسته باشه که موتور محرک این بخش سوم ما باشه. چی شد که رفتید به سمت، نرفتید به سمت مرکز ترک اعتیاد، رفتید به سمت نگه داشتن این بچه ها؟ هم تموم شد. بله، خدمت شما عرضم که بحث درمان اعتیاد، گفتم یه بحث کاملا پیچیده است. من توی حوزه کار میکنم الان، خب به عنوان مشاور و روانشناسی یکی از همون مرکزی که خودم توش ترک اعتیاد کرده بودم شروع به کار کردم تو همون مؤسسه و به بچه‌هایی که معتاد بودن کمک کردم و تو این حوزه موفقیت‌های زیادی داشتم. شاید همین الانش بالاخره
قریب به 100 تا معتاد که تو ارتباط مستقیم با خودم درمان شدن و الان خیلی هاشون سر کارگاه های آموزشی و قدم من میشینن و هر هفته میان در ارتباط با منن. من اونجا رو داشتم، یعنی حوزه اعتیاد رو و دارم و الان هم دارم، الان هم کار تخصصی درمانی میکنم و خدمت شما عرضم که اتفاقا معذرت میخوام، همین قصه رو جذابتر نمیکنه که ما انتظار داریم که یک مرکز ترک اعتیاد بزنن ولی یه دفعه یه مرکزی میزنن که قراره از بچه های میگم همین چرخشه چرخش قشنگی بود. بله منتهای رضویان، من مشکلات بچه های مثل خودم رو همیشه دغدغه من بود که خیلی دوست داشتم که برای این بچه ها کار بکنم، یه کاری بتونم برای این بچه ها بکنم و امروز خیلی خوشحالم و خداوند رو شاکر و سپاسگزارم که این لیاقت رو به من و زنم داد که در خدمت این بچه ها باشیم. بسیار خوب، اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم که در ارتباط با زندگی شماست. هاش میبینم. هر که ازم میپرسه میگه کجایی، میگم من لر یزدیم و خب حدود نزدیک های 20 ساله که من تو این شهرم و هر چی که دارم که واقعیت این زندگی امروزم رو بسیار تا بسیار مدیون یزد میدونم، مردم یزد و که بسیار تو زندگی جدید من نقش خیلی 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 بارزی ایفا کردن، من خیلی چیزا از این مردم یاد گرفتم. ودیعه خونه رو من یادم، فکر میکنم خانومم وام گرفت از آموزش پرورش و ما واقعا اون موقع یه تومن نداشتیم که ما ودیعه خونه رو بدیم. من یادم خانومم وام گرفت و ودیعه خونه رو پرداخت کرد، 6 فقره چک داد و ما کلید خونه رو گرفتیم. خب خونه بعدش باید تجهیز میشد و تجهیز خونه حداقل اون موقع به مبلغ خیلی بالایی واقعا اون موقع نیاز داشت، یخچال خریداری بشه، فرش خریداری بشه، تلویزیون خریداری بشه، چه میدونم رخت خواب، تخت. و سازمان محترم بزیستم صادقانه تو این مسئله خیلی حساسیت داشت که بهترین امکانات در اختیار بچه ها باشه. ما خب باید 6 تا بخاری میگرفتیم که مرکز تجهیز بشه. من دیدم تلفنم زنگ زد، من شماره نگاه کردم دیدم نمیشناسم، شماره برام آشنا نیست، ولی جواب دادم، گوشی جواب دادم، دیدم یه نفر گفت که از اون ور خط گفت آقای لطیفی. گفتم بفرمایید. دیدم گفت من از میبود زنگ میزنم و برای شما 6 تا بخاری فرستادم و این بخاری ها آکبندن، کرایش هم به اون وانتی که بخاری ها رو آورده دادم، شما فقط لطف کنید اگه زنگ زدن اون جایی که مرکز بچه ها که باید این بخاری ها خالی بشه فقط آدرس شو بدید. خاطرم زدم بغل، یه بغضی نمیدونم بغضی چی بود، بغض شادی بود، بغض تنهایی ها و بیکسی های خودم بود توی شهر غریبی، اعجاز خداوند رو داشتم میدیدم، نمیدونم در هر حال هرچی بود اعجاز برنامه رو داشتم به چشم میدیدم که اگر ما سهم درست انجام بدیم خداوند سهم خودش انجام میده. زبون من قاصره که من تشکر کنم از خانومم، صادقانه این مدت هرچی کرده اون کرده و من فقط کنارش بودم، یه جاهایی هم شاید به قول معروف گفتنی حساشم بالا پایین کردم، ولی واقعیت این است که من بسیار ازش ممنونم. ایشالله خداوند همینو بکنه توشه آخرت براش، همینو بکنه سرمایهی برای موفقیت‌های بیشتر برای خودش، برای بچه های مرکز. ازتون میخوام که دعا کنید ما رو و ما بتونیم تو این مسیر و تو زمینه اعتیاد بتونیم به جامعهمون بیشتر خدمت کنیم. خب اطلاعاتمون بیشتر شد درباره زندگی دوستان. بذارید برگردیم و در 4 دقیقه پایانی خانم شما توضیح بدین، داشتین درباره
دوز داروها چیزی میگفتین که ما حرفتون رو قطع کردیم. خواهش میکنم. بله، بعد این زهرا خانم با دارو میخورد، در طول شبانه روز دارو میدادن بهش و آرام اینجوری آرام نگه میداشتن، گفتن میتونید دو برابر افزایش بدین و اگر نتونستین نگه دارین بعد از 15 روز برگردونین. ما تا یک هفته داروها رو ادامه میدادیم طبق دستورالعملی که داشتیم ادامه میدیم، چون بنده خودم خب رشتم روانشناسی بود، مشاوره خونده بودم. وقتی که یک کمی آروم شدیم، آشنا شدیم با مرکزداری، خودمون رو پیدا کردیم، رو رفتار بچه که زون کردیم، نه بچه بیش فعاله نه مشکل رفتاری خاصی داره، اومدیم به طور کلی داروها رو قطع کردیم. به طور کل داروها رو قطع کردیم و با یه روانپزشک تماس گرفتیم و ویزیت شد و اینجا شروع کردیم درمان عشق درمانی رو شروع کردیم. حالا که فکر می‌کنم من ذاتاً عاشق میشم. شروع کردیم عشق درمانی، این بچه گوشش رو بردیم سوراخ کردیم، گردن بند براش خریدیم و جشن تولد گرفتیم و میدیدید تغییرات. بله بله بله. و این بچه بعد از 20 شبانه روز که مدام تو بغل خود من میخوابوندم داد میزد، خیلی هوار میزد، بعد از 20 شبانه روز اولین بار راحت خوابید و خودش خوابید و این شد مرکز ما رفت به سمتی که بچه‌هایی که واقعا جای دیگه نمیتونستن نگه دارن و مشکل دار بودن فرستادن میشد. و به لطف خدا الان ما از 20 بچه 21 بچه‌ای که پیش ما هست 6 تاشون رو از دارو گرفتیم. همون فاطمه کوچولو که خدمتتون عرض می‌کنم و زمانی که اومد پیش ما در طول 24 ساعت شبانه روز فقط 4 ساعت بیدار بود، تمام مدت خواب بود. به لطف خدا داروها رو گرفتیم ازشون و بچه‌ها رفتن به سمتی که دارن آرام آرام. ما یه برنامه توانبخشی براشون داریم و خدمتتون عرض می‌کنم که اول مهارت‌های خودیاری رو یاد می‌گیرن، چون حتی بچه‌ها مهارت‌های خودیاری رو هم ندارن، بهداشت فردی رو هم نداشتن، نظافت شخصی هم نداشتن. اولین مرحله بهداشت فردی رو به مهارت‌های خودیاری رو آموزش میدیم، بعد آرام آرام میریم به سمت مهارت‌های اجتماعی و اختلالات رفتاری رو درمان می‌کنیم و بعد از اون حرفه‌ای یادشون میدیم، هر کدومشون با توجه به توانایی که دارن. همون زهرا خانمی که من میگم در آینده مطمئنم یه عکاس بسیار خوب میشه. عجب عکاسی میکنه. بله بسیار عالی عکاسی میکنه. و بعدم دیگه خداوند لطف کرد سال 98 مرکز بچهای عادی پسرامون رو افتتاح کردیم که 90% زحمتش رو دوشای لطیفیه، من فقط از دور مادری میکنم میرم و میام، وگرنه زحمتش با ایشون. و الحمدلله تو اون زمینم به ازان خیلی ها خیلی موفق بودیم به لطف خدا. و بچه‌هایی که بالاخره تو سن نوجوانی بودن، تو اوج غرور و اوج سرکشی بودن، الحمدلله الان خیلی خوب دارن زندگی میکنن. 21 نفرن فرمودید. خانم متخصص بفرمایید. جانم خزینه هاشون چجوری؟ هزینه هاشون سرکار خانم متخصص، ببینید ما یه اساسنامه داریم که تو اساسنامه اومده 20-30% هزینه ها رو بهزیستی یارانه به ما میده و بقیهش 80% باید خیری تأمین شه. و خدایش من آدم مجیزگویی نیستم، ولی دوست دارم اینجا واقعا تشکر کنم از همراهی کارشناسای بهزیستی، خیلی خوب همراهیمون میکنن، خیلی حمایت میکنن. ولی مسئله مالی اساسنامه ما میگه 70-80% هزینه ها باید خیری تامین شه. و تو این زمان با نفسان خب یه مقدار خیلی مشکل هست، ولی الحمدلله خداوند همیشه حمایت کرده و نموندیم توش الحمدلله. آقای رضایی سوالی دارین؟ چیزی بگم. یک دقیقه من وقتم میدم به ایشون، اینم اسم برای ایشون. من بعد از آقای لطیفی میگم. یک دقیقه و 14 ثانیه شما فرصت دارین. میخواین حرف پایانی رو شما بفرمایید؟ من سوالم در واقع این بود که چشم‌انداز رو بگید به ما، میخواید چی کار بکنید؟ ببین من میخواستم همینه بگم. ببینید بحث هزینه ها یه بحث خیلی خیلی سنگینه تو نگهداری این بچه ها. واقعیت اینه که ما بحث سبب سازی مالی رو گذاشتیم سهم خداوند، این باورمونه و تا به امروز هم موفق بودیم. سهمشو داده واقعیتیه. خب به خود ما توان اینه داده، خدا گدا پرور نیست. ببینید این باور منه، خدا میگه داریوش تو تلاش کن، منم هستم، تلاش کن، ما داریم تلاش میکنیم. روزی 14 ساعت من کار میکنم، خانمم به همچنین کار درمان میکنیم، کارهای خدمت شما هستم و خداوندم یه جورایی کمک میکنم. ولی واقعیت اینه، من بدون رو درواسی بگم که ما به کمک نیاز داریم تو این زمینه و منتها هرگز بچه هامونو نمی کنیم ابزاری برای گرفتن کمک، اما واقعیت این است که به کمک نیاز هست، به کمک های مالی نیاز هست.
کارهای تخصصی هم که خب داریم انجام میدیم. اما چشم‌انداز اون برای آینده چیه؟ ما روزی که مرهم چشم‌انداز نرسیدیم، زمانتون تموم شد. حالا من میگم بعدم خود اما بگین بفرمایید. ادیتش کنید. من اجازه میخوام که یک دقیقه دیگه وقت رو اضافه بکنن که تو یک دقیقه شما ما چشم‌اندازمون تو دو تا حوزه است. تو حوزه اعتیاد و حوزه بچه‌های بی‌سرپرست. ما تو این دو تا حوزه داریم جلو میریم. مؤسسمون رو از یه مرکز به دو مرکز توسعه دادیم تو این مدت. الان بس شیرخوارگاست، دولت داره شیرخوارگاه ها رو به بخش خصوصی واگذار میکنه. خب خوشبختانه با توجه به این مدتی که ما کار کردیم، یکی از مراکزی که برای این کار معرفی شده به تهران مؤسسه ماست. جالب. که شیرخوارگاه یزدم به ما بسپارن. من امیدوارم البته همکارهای دیگه و دوستان دیگه هم هستن، باورم اینه خدا هر چی خواست، ولی امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم به بچه های شیرخوارم کمک کنیم انشالله. خدمت شما عزیزم. و تو رو بحث بهبودی شخصی خودم هم که از خداوند میخوام بهم کمک کنه مسیر رو ادامه بدم انشالله. و بتونم همینجا هم اعلام میکنم که تو حوزه اعتیاد انشالله که بتونیم کارهای زیادی بکنیم. وقتتون تمومه، اجازه میدین ما به خاطر این زندگی عاشقانه و پر از فراز و نشیب براتون دست بزنیم. خب اگر سوالی دارین بپرسین، نداشته تا من سوالم از شما دوستان بپرسم. من یه توضیح بدم، توضیح کوچولو، شاید بد نباشه. خانم و آقایی بودن واقعا رقمی که بهزیستی به اینها میده هیچی نیست. من رقم رو نمیگم، واقعا هزینه یک سوم بیچارم یک بچه معمولی نیستش، ولی اینها من دیدم بچه ها از سرکول اینا میرن بالا. همین مامان و بابا میگفتن از من دعوت کردن برم با اینا انیمیشن یا پویانمایی کار کنم. یه تا دفترچه بردم با این بچه ها، ما نشستیم 2-3 ساعت انیمیشن کار کردیم که آقا مثلا این نقطه رو از اینجا شما بیار اینجا، و اتفاق خیلی عجیبی بود. و من فکر میکنم این بخشی از اون توسعه نهادهای مدنیه که ما نیاز داریم که خود مردم ما این کار رو انجام بدن. ما فقط طلبکار از دولت نباشیم. ملت وقتی خودشون کاری انجام میدن، باری وزوی روی دوش دولت برمیداره و دولت میتونه فقط ناظر باشه که ظلمی به اون بچه ها نشه. این اتفاق خیلی خوبه، من به شما تبریک میگم و خوشحالم که این قصه رو شنیدم. قصه هم چیز بود، قصه هم واقعا برای من عجیب بود. چون من خودم حالا توی عمری کردم همه شعرهایی نکشیدیم، یه کارهایی هم کردیم. خدمت شما عزیزم که من خیلی با هنر رویم عجیب بود، هم دست مطلب می نوشتم هم کار تئاتر می کردم، همین توی یه برهه‌ای از زندگیم کار تئاتر کردم. خدمت شما عزیزم که برای همین اساتیدی مثل خانم متخصص خانم سامینا رو می شناسم و کاراشون رو دیدم. و خدمت شما عزیزم که من خیلی دوست دارم که شما هنرمندا که می دونم احساسای خیلی خیلی پاکی دارید و شاید کسایی که با این بچه ها میتونن ارتباط برقرار کنن یکی از اون قشر هنرمنده. من همیشه شما رو دعوت میکنم، واقعا ما حتی حاضریم هزینه رفت آمدتون هم به یزد پرداخت کنیم و تشریف بیارید این بچه ها رو ببینید. این بچه نمیشه فقط هزینه رفتمون رو بدین، بلیت برگشت برامون نگیرین، ما بمونیم اونجا. بمونید، کاش بمونید. این بچه ها رو ببینید، دنیای این بچه ها پر از سوژه است. اون چیزی که برنامه شما دنبالش میگرده تو من و زنم شاید یه چیزایی باشه نباشه نمیدونم این، ولی تو اون بچه ها فراوانه. و وقتی پا صحبتاشون میشینید ده ها فیلم زیبای سینمایی رو میشه ازش درست کرد. حتما بهتون سر میزنم. آره بیایید، ما انشالله. خوشحال میشیم. خیلی خیلی ممنونم. ما به لحظه رسیدیم که دوستان همکار من باید فرم هایی که تو این پاکت هست و پر کنن و ببینن که چقدر قصه شما ظرفیت این رو داره که به یک اثر نمایشی تبدیل بشه. من میخوام که شما تا شروع میکنین، من از دوستان خداحافظی میکنم. خیلی خیلی سپاسگزاریم، محبت کردید که به محاکات اومدید و به افتخارشون. دوستان من رأیشون رو دادند، این امانت میمونه پیش ما تا در پایان ماه
جمع‌بندی بشه و با قصه های دیگه مقایسه بشه و مثل هر ماه دو قصه انتخاب بشه برای فیلمنامه و رمان. اما اجازه بدید که از دوستانم پرسش هایی رو بپرسم. خانم فلوراستام، شما اگر قرار بود فیلمنامه این ماجرا رو می نوشتید، سکانس آخر چی بود؟ با چی تموم می شد فیلم؟ من اگر میخواستم فیلمنامه این کار رو بنویسم، اول اینکه از آخر شروع میکردم. یعنی فکر میکنم که نمیومدم از اول شروع کنم، یعنی از اون مرکز و بچه ها و اینا. آره، یا شاید یکی از اون بچه ها که الان دوچار یک مشکلی شده و داره کوتاه میاد برابر زندگیش، که بعد بازگویی این زندگی و این مقاومتی که این خانم و آقا داشتن بتونه این بچه رو از بحران نجات بده. اگر که من باشم فکر میکنم اینجوریش انجام میدم. آقای رضویان، به نظر شما اساساً این قصه ظرفیت یک فیلم یا یک مجموعه تلویزیونی یا یک رمان رو داره؟ به نظر من داره و خیلی هم میتونه کارکرد اجتماعی داشته باشه. خیلی قصه خوب و مؤثری مشهود برای اینکه خوب ساخته بشه. یعنی تصویری که از اعتیاد میده ایشون و اینکه و از همت انسان و از عشق میده، اینا همش چیزای خیلی یگانه و خوبیه که میتونه حتی نگاه ما رو توی رسانه نسبت به یک موضوعی از مسیر فیلم و سریال اینها عوض کنه. خیلی خوبه به نظر من. خانم دکتر مشایخی، شما فکر میکنید که جنبه های جامعه شناختی این قصه اونقدر پررنگ هست که بتونه تأثیری که آقای رضویان میگن رو بذاره؟ بله، خصوصا بعضی از صحنه ها، حالا بیشتر به حوزه رفتارشناسی مربوط میشه این چیزی که میخوام بگم، ولی خیلی مهمه اینکه اگر حتی پدر خانواده معتاد باشه و با این کیفیتی که توضیح دادن، مادر خانواده گفتن من اجازه نمیدادم کسی بچه ها راجع پدرشون نظر بدن، و من فکر میکنم که نظر بچه ها راجع به پدر خانواده کاملا بستگی به مادر خانواده داره. حالا شما در شرایط های دیگری هم اینو میتونید ببینید، ولی این نکته خیلی مهم بود به لحاظ رفتار شناسی. و این میزان عشق طبیعی بود؟ بله، همین، این دیگر خواهی بدون توقع پاسخ. همین میخوام بگم که معجزه عشق اینه که بزرگترین تهدید رو تبدیل به بزرگترین فرصت کرده. یعنی شما یک همسر معتادی که به قول خودشون 20 بار زندگی رو فروخته و از کیف همسرش پول کار کرده روزمرهش رو میدوزه، تبدیل کرده به آقای دکتر، استاد دانشگاه و مشاور. خب این خیلی چیز عجیبیه و قطعا معجزه عشق، صبر آگاهانه و ایمان، فکر میکنم اینا همه با هم که تو صحبتاشون هم اشاره داشتن، به قول نیچه هر کس چرایی داشته باشد با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. و آخر کلامم باز این بیت زیبای حافظ یادم آمد که ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت با درد صبر کن که دوا میفرستمت. در نهایت صبر این وضعیت شیرینی که همه ما لذت بردیم. بسیار خوب. و پرسش آخرم از شماست خانم متخصص. اگر بنابر فرض این قصه در پایان ماه فیلمنامه‌اش نوشته بشه، جزو قصه منتخب گروه‌های کارشناسی باشه، دوست دارید نقش خانم شاه رحمانی رو بازی کنید؟ دوست دارم، ولی برام بیشتر مهم این بود که دقیقا منم داشتم به همین مسئله فکر می‌کردم که سرکار خانم سام فرمودند. دقیقا من، خب فیلم خیلی دیدیم، شروع پدر معتاد، مادر فداک، چون زن همیشه رو پیشونیش نوشته که باید بسوزی، بسازی، فداکاری کنی، و اون عشق وقتی تبدیل به ایثار میشه ما اینجوری میبینیم. دقیقا منم از نگاه اون بچه ها، اون زهرایی که توی اون بهزیستی هست، از نگاه اون فیلم رو میساختم، و شاید از نگاه دو تا بچه خانم شاه رحمانی، بله، نگاه اون دو تا بچه می ساختم، به خاطر اینکه تا زمانی که تو خونه بودن، زمانی که احتیاج داشتن به پدر و مادر، پدر رو که اصلا نداشتن، مادرم که اصلا روزی 17 ساعت کار میکرده بیرون بوده. بله. دوست داشتم از نگاه اون دو تا بچه‌ها فیلمو بسازم، و اینکه الانم باز فکر میکنم مادر و پدر رو ندارن، چون اینا باز به یه شکل دیگه خودشونو سرگرم یک بخش دیگه
دیگه ای کردن از زندگی. به حال این هم زاویه مهمیه که یه خلاییه، من فکر میکنم که باید ببینیم بچه ها چجوری جواب میدن. ولی خب آره، در حدی که چون وقتی که میریم سمت فیلم یه ذره شعار نباشه. البته نکته که فرمودید خانم متخصص کاملا درسته، اما این توضیح رو بدم که فرزندان خانم شاهرحمانی و آقای لطیفی هر دو دارن در مرکزی که پدر مادرشون تأسیس کردن کار میکنن و در کنار اونها هستن. موفق باشید. متشکرم از شما دوستان که همراه ما بودید، از شما که ما رو تماشا کردین و از شما که از طریق فضای مجازی همراه ما بودید. به افتخار خودتون دست بزنید و همه شما رو به خدا میسپارم تا محاکاتی دیگر و دیداری دیگر. خدا نگهدارتون.